Ciao amici, benvenuti al facile come italiano. سلام دوستان خوش مالید به ساده مانند ایتالیایی من رضا هستم و امروز اومدیم با یه قسمت در ادامه سری حروف اضافه در زبان ایتالیایی امروز میخوایم یکی از سه تا از سختترین حروف اضافه ایتالیایی یعنی دار رو بررسی کنیم خب این سه تا سختترین حروف اضافه ایتالیایی که تا حالا نمکار نکردیم هستن دی درسته امروز دارو میخوایم بریم کار کنیم اونقدری که فکر میکنین سخت نیست ولی اونقدری هم که فکر میکنین راحت نیست یه کوچولو تمرکز میخواد و بعد تمومه یه دو سه بارم تو مد ببینیدش دیگه کلا فول میشید سر سر یادش میگیرید حالا بریم مثالا رو ببینیم روش های استفاده رو ببینیم شما هم یه لایک کنید و سابسکرایب برای چنل بریم شروع کنیم تقریبا سه تا معنی داریم که همشون مرتبط هستن با مکان معنی اول هست از یعنی ده میشه از معنیش خب یادتونه وقتی میخواستیم بگیم اهل کجاییم چجوری میگفتیم از چه اصطلاحی استفاده میکردیم از فعل ونیره استفاده میکردیم دیگه آمدن میگفتیم مثلا ونگا ده بعد اسم کشورمون با ارتیکل هم بعد باشه همراه بوده با مثلا ونگو دل دلیرن, ونگو دل دلیرن. از ایران میام به صورت کلمه به کلمه اوکی یا مثلا ونگو دالا پرسیا از سرزمین پارس میام اوکی ال ایتالیا این ونگو دال ایتالیا از ایتالیا میام اوکی یا مثلا یک مثال دیگه میتونم بگم لی اریواتا دیرتامنت دال اروپورتو. مثلا خب لی اریواتا او رسید directly مستقیم دال اерودپتو از فرودگاه به همین راحتی. بریم معنی دومی که مرتبط با مکانه معنی دوممون میشه پیشه مثلا میگم devo andare dal dottore به همین راحتی. devo andare باید برم دل دکتر پیش دکتر دل دکتره حالا حواستون باشه اگه به جای دکتره مثلا اسم یکی از اعضای خانواده باشه اون موقع ما دیگه آرتیکل نمیچسبونیم بعد از ده مثلا اگه اسم یک نفر باشه یا مثلا یکی از اعضای خانواده مثلا میگم دوبیامو پرتره لطورتا ده نونه دوبیامو پرتره باید ببریم لاتورتا کیک رو ده نون نه پیش مامان بزرگ مامان بزرگ یکی از اعضای خانواده محسوب میشه برای همین ما میایم ده میذاریم دیگه آرتیکل نمیچسبه بهش یا مثلا سیت دوست مدر مادر سیت هستین دوست مدر مادر پیش مادرتون شما پیش مادرتون هستین اوکی به همین راحتی بریم معنی سوم آخر از معنی هایی که به مکان مرتبطن معنی سوممون هم هست از طریق مثلا میگم پسیامو دل چنترو پر اریوار پیو پرستو پسیامو دل میگذریم از طریق چنترو میشه همون سیتی سنتر یا مرکز شهر اینجا پسیامو دل چنتر، از طریق مرکز شهر میگذریم پر اریوار پیو پرستو برای رسیدن زودتر برای زودتر رسیدن پس برای زودتر رسیدن از طریق مرکز شهر میگذریم حالا معنی از دوباره برای ده میتونه مرتبط با زمان گذشته هم باشه وقتی که مثلا میگیم ویویا مو کوی دا 2004 مثلا خب ویویا مو کوی اینجا زندگی می‌کنیم دا 2004 از 2004 اوکی از 2004 اینجا زندگی می‌کنیم حالا اینجا توی این بخش ده میتونه معنی برایم بده مرتبط با همین قضیه مثلا میگم ویویام و کوی دا 18 آنی ویویام و کوی اینجا زندگی میکنیم دا 18 آنی برای 18 ساله مثلا 18 ساله برای 18 ساله که اینجا زندگی میکنیم اوکی پس این حواستون باشه برای از یه چیزی مثل سینس و مثلا فور توی زبان انگلیسی هستش اوکی بریم معنی بعد زمان توی آینده برای حرف زدن راجع به زمان آینده ده باز معنی از میگیره اما این دفعه دیگه معنی برای نمیتونه بگیره پس کار ما یکم راحت تر شد مثالمون میگه دل میزه پروسیمو ایمه یه زمی رنو. دل میزه پروسیمو از ماه آینده ایمه یه زمی امتحانات هم شروع خواهند شد اوکی حالا نمیدونم امتحاناتشون شروع شده یا نه ولی مال من شروع شده تو فصل امتحاناتیم الان پس بهتره بگم دل میز پروسیمو ایم یه زمی فینیش از ما آینده امتحانات هم تموم خواهند شد بریم کاربرد بعد استفاده بعد برای وقتی که میخوایم علت یک چیز رو بیان کنیم خب اینجا ده میتونه معنی از یا به وسیله یه بده مثلا میگم ترمعو دل, دل فردو از سرما ترمعو داشتم میلرزیدم از سرما داشتم میلرزیدم اوکی یا مثلا مثال دوم میشه ایدانی سونو دای بامبینی ایدانی آسیب ها ضربه ها تونکوزهتی به وجود اومدن دای به وسیله بمبینی بچه ها پس آسیب ها یا ضربه ها به وسیله بچه ها به وجود اومدن اوکی؟ به وسیله از اینم نسبتا راحته بریم کاربرد بعد ببینیم چجوریه یکم ممکنه گلزننده باشه بعدی حالت استفاده آخر خودش دو تا یه جورایی بخش اولش برای وقتی که میخوایم بگیم فلان چیز برای فلان کار طراحی شده مثلا خب مثلا بگم مکینا دست ماشین تایپ ماشینی که برای نوشتن طراحی شده یا مثلا کارتا دا پراتی پراتی یه جورایی از دیزاین کردن میاد خودش کارتا کاغذ یک جورایی میشه گفت کاغذ دیواری کاغذی که برای تزیین کردن طراحی شده سالبل سال سالن رقص سالانی که برای رقصیدن طراحی شده اوکی بخش دوم این کاربرد برای وقتی که میخوایم هدف یا علت یک چیز رو بگیم. مثلا میگم کالکوزا اوز بره یک چیزی برای نوشیدن، هدف این چیز چیه؟ اینکه توسط یک نفر نوشیده بشه پس کالکوزا بره یا مثلا کوالکو در منجره یک چیزی برای خوردن هدفش چیه توسط که خورده بشه کوالکو در منجره یا اون اکی در پراره اون اکی در پراره یک ماشین برای تعمیر کردن هدف ماشین چیه این که توسط یکی تعمیر بشه پس اون اکی در دا ریپراره. این هم از تمام کار برداشت گفتم ده به اون اندازه که به نظر میاد سخت نیست من خودم اولای تصور قولمانندی ازش داشتم ولی وقتی ازش گرفتم خیلی برام راحت بود حالا یه قضیه گفته بودین که ویدیو رو کامل سعی کنم از این بعد همه توی ایتالیایی بگم یکم ممکنه این زمان ساخت ویدیو رو بیشتر کنه چون من میخوام تا جایی که میشه بی نقص بگم این متنها رو و چون الان هم زمانم هم کمتره کم ممکنه زمان بیشتری حتی طول بکشه این آپلود ویدیو دارم دنبال یکی میگردم که بتونه کمکم کنه این متن رو آماده کنم اون قضیه اوکی بشه 100 درصد تمام ویدیو رو سعی کنیم به ایتالیایی بذاریم بازی نویس فارسی که شما گوشتون بیشتر عادت کنه با تلفظ بهتر آشنا بشید و بتونید بیشتر استفاده ببرید تا دو روز آینده به خدای بزرگ میسپارمتون مراقب خودتون باشید بچه‌ها خدا نگهدار